27 زمستان زندگی غلام حسین آخرین فصل زندگیش بود. هیچ کس نمی دانست که این آخرین قدم های او در حیات پایگاه منتظران شهادت است. همه چیز در یک روز سرد زمستانی تمام می شد، به همان سادگی که شروع شده بود. سالها پیش در آخرین روزهای زمستانی دیگر، 25 اسفند 1334، آن روز هیچ کس منتظرش نبود. فکر میکردند هنوز زمان آمدنش نرسیده، اما اشتباه میکردند. به حساب مردم زود بود، اما حساب و کتاب روزگار چیز دیگری میگفت. وقتش رسید و همه غافلگیر شدند. وزنش خیلی کم بود، 1.8 کیلو بیشتر وزن نداشت و اصلا صدا نداشت، نه گریه میکرد. امیدی هم نداشتن دکترها یا خودمون، البته من خود امیدوار بودم به رحمت خدا که انشالله میمونه. ظاهراً بچه ناقص به دنیا آمده بود. دکترها میگفتند زنده نمیماند، اگر هم میماند بچه قوی و سالمی نمیشد. برای اینکه مثل یه جوجه ای که تازه بدون از تخم میاد بیرون چطوریه؟ قرمز، اصلا فقط پوست و استخوان سرخه، اونطوری بود. خاص خدا بود که بمونه. البته خب خیلی زحمت برد. شما تصور بفرمایید که یه بچه 1.8 کیلو رو بدن زیر بغل یه مادر، چون شب عیدم بود، نزدیک عیدم بود، درست 3 روز توی بیمارستان نگه داشتن، الان توی دستگاه نگه میدارن، ولی اون زمان دستگاه و این مسائل نبود، اگرم بود برای ماها نبود. همینطوری دادن بغل ما، برداشتم برد منزل. کرسی داشتیم ما، من کرسی رو میزدم بالا، وسایل ایشون رو پهن میکردم روی توشک و لباس ململی براش خیلی نرم دوخته بودم. با این وسط تمام تن این بچه رو من پنبه میپیچیدم، بعد لباس تنش میکردم. محال بود مادر ناامید شود. خستگی سرش نمیشد، نمیخواست که این بچه از دستش برود. اصلا تا 1 ماه این بچه صدا نداشت، گریهش معلوم نبود، فقط صورتش جمع میکرد. یه دختر قبل از اون داشتم، 4 سالش بود. این دختر من تقریبا اگر من دنبال مثلا شستشو، دنبال کار منزل میرفتم، بیرون که نمیرفتم اصلا، ایشون مأمور بود که بالا سر این بچه وایسه، یه مقدار مثلا صورتش جمع میکرد، متوجه میشدیم که این داره گریه میکنه، گرسنه‌شه یا ناراحتی داره. و وقت من صدا میکرد، من میرفتم بهش میرسیدم و شیر رو به وسیله قاشق میرفتم توی دهانش. یعنی شیر رو میدوشیدم، همه شیر خودم رو قاشق قاشق میرفتم توی دهانش. تا 1 ماه تمام، 1 ماهگی حدوداً شد، یک بچه که تازه به دنیا میاد دیگه گریه میکنه، میتونه شیر بخوره از سینه. اما دردسرهای این بچه تمامی نداشت. 1 سالش نشده بود که سیاه سرفه گرفت. روزهای سرد زمستانی دیگر بود و این بچه ضعیف زود مریض میشد. سیاه سرفه گرفت، به غیر دارو میگفتن باید شما ببری بالا، اینو بگردونی. من رو بلندی پشت بام، اونجا شیروانه بود، خیلی مشکل بود بالا رفتن. ولی از اونجایی که من اصلا حساس بودم، روی بچه علاقه داشتم، به هر زحمتی بود. خودشم هنوز 1 سالش نشده بود، هنوز هوا سرد بود، زمستان بود. من بچه رو میپیچیدم، بغل میکردم، میبردم بالا. دور این شیروانه روز حدودا 1 ساعت میگردوندم تا سیاه سرفش خوب شد. این هم پایان ماجرا نبود. 4 ساله که شد دیفتری گرفت. پیش از ظهر بود، دهان این بچه رو باز کردم، دیدم لباش خیلی قرمزه. باز کردم، دیدم دور تا دور گلوی این بچه سفیده.
بیماری در عالم نبود که سراغ این بچه نیاید. خیلی مراقبت می‌خواست. مادر حتی یک قدم کوتاه نمی‌آمد و تسلیم توی کارش نبود. شاید این توان و انگیزه مادر هم جزوی از تقدیر تاریخی غلام حسین بود. برفم اومده بود. من این بچه رو همینطور بلند کردم، فقط بغل کردم توی برف ها، برف تا نزدیک زانو من فرو می‌رفتم تو این کوچه ها تو برف. رفتم داروخانه، گفتم که یه راهنمایی کنید منو، این بچه هم داره میمیره. ایشون زنگ زد اون داروخانه به یه دکتر کودک، بالاها بود، در خونش رو زنگ زدیم و این بچه رو دید، گفت دیفتریه. این موقع یه بچه کوچیک هم داشتم، یه بچه یه ساله هم داشتم، محمد آقامو یک ساله بود. برای اون دوتا بچه من نسخه نوشت که اونا به اصطلاح گرفتار نشن. دیگه باز اینجا واقعا باز به لطف و عنایت خداوند ایشون از این واقعا مرض مهلک میخوام بگم که دیگه خیلی ناجور بود نجات پیدا کرد، الحمدلله خوب شد. مادر امید داشت، ولی با تمام خوشبینیش باز هم حدس نمیزد که 25 سال بعد پسر نارسش فرمانده بزرگ یک سپاه از جوانان ایران باشد. کم کم روزهای سخت گذشت و غلام حسین بزرگ شد. زمان مدرسه ما رفتیم میدون خراسان. لاغر و نحیف بود و از همسن و سالهایش کوچکتر به نظر میرسید. اون چه که من یادم میاد از کودکی ایشون، بچه خیلی پرتحرک و شیطونی بود. جنب و جوش زیادی داشت، شیطنت داشت. یه قدری جسور بود. خاطرم هم میاد که بارها اتفاق میافتاد که پدر مادرم باش دعوا میکردن که مثلا این لباس تازه برات خریده شده، نمیدونم نو بود، فلان بود، دوباره رفتی مثلا پارش کردی اومدی. این اتفاقات زیاد میافتاد مثل خیلی همسن و سالهای خود. همسن و سالها جدیش نمی گرفتن، ولی او کاری به این حرفها نداشت. کسی زور می گفت جلویش می ایستاد، معمولا هم زورش نمی رسید و کتک می خورد. یادم میاد تعداد دفعاتی که ایشون مثلا زمین خورده بود، سرش شکسته بود، زخم و زیلی می اومد خونه، اینا کم نبود. با لباس پاره بیاد خونه دعواش کنن، این چیزا زیاد اتفاق می افتاد. خیلی از جهت ویژگی های عاطفی خاص بود، از این جهت که مثلا اگر آدم ضعیفی بود که دیگران اذیتش کرده بودند، این تنها کسی بود یا جزو کسایی بود که میرفت او رو تحویل میگرفت و سعی میکرد که دلداری بده، کمکش بکنه، با بقیه مثلا یه نیمچه برخوردی هم بکنه که چرا این کارو کردید. گاهی با لباس پاره به خانه میامد. ولی مادر خیلی سر به سرش نمی گذاشت. فایده ای هم نداشت. او کار خودش را می کرد. مادر ما سهراب ما رو وادار می کرد که بخوابیم. تابستون سهراب روزا بلند می گفت بخوابیم که خستگیتون در بره. این به من اشاره می کرد، می گفتش که بعد چی کار کنیم؟ می گفتش که بس خوابش ببره میریم بیرون. یعنی ما روزی نبود که یه شاخه بوگونیا نشکنیم، یه شاخه شمدونی نشکنیم. توپ بازی میکردیم تو حیاط، میشکست بعد فرو میکردیم تو خاک، فردا این گل پژمرده میشد. خب میفهمیدن ولی اصلا برامون نمی آوردن. یا توپ میزدیم شیشه رو میشکستیم، این شیشه رو میآوردیم زاویهش رو به سمت بیرون بودن، از بیرون نمیدونم چی شد، چی سنگ اومد این شیشه رو چیکون. علاقه مفرط داشت به نگهداری مرغ و خروس. یادم یه سال رفته بود یه تعدادی مرغ و خروس چیز گرفته بود، از این چه؟ رسمی دنبال کلمش میگشت. بعد آورد و یه دو تا جعبه میوه هم از میوه فروش مال جعبه کاهو هست، چوبای عریض نازک داره. آورد با حوصله تمام از 9 صبح یه دونه قفس خوشگل برای این درست کرد، بعد اینا رو از در وا کرد و اینا رو ریخون تو. این عرض بعد مرغا نیمچه بود، این بدنشون اندازه نگرفت.
گرفته بود. تو صرافت این قضیه بود که این دره رو ببندی، یه آن به خودش اومد از بیرون نگاه کردید هیچ کدوم نیستن تو قفس. خیلی با هم دوست بودیم. باد بادک درست کردن و نمیدونم از این گوشواره درست کردن، یعنی انواع و اقسام کارایی که بچه‌ها رو تو خونه نگه می‌داره. شب تا ساعت 2 تا ساعت 3 خونه رو سرمون می‌ذاشتیم. واقعا خونه رو سرمون می‌ذاشتیم. پدرم طبقه بالا مش می‌کوبید. مشتشو می‌کوبید کف اتاق، میگفت بخوابین، من صبح می‌خوام برم اداره، شما می‌خواید تا ظهر بخوابین. روزای تابستون تا 9 حد اکثر می‌خوابیدیم دیگه، باز بالا می‌شدیم. بعد بچه‌ها هر روز حوض آب می‌کردن، آبشو تمیز می‌کردن، پسرا هر روز همشون تو حوض بودن. مادر دوست داشت که بچه ها بیشتر توی خانه باشن، برای همین اجازه میداد حسابی بازیگوشی کنند. حالا غلام حسین دو تا برادر کوچکتر هم داشت. اول بنویس ما مامان من شروع میشه، گفتش که بنویس. خدا بیامرزه به در بزرگم هم دو تا چارپایه درست کرده بودن که بچه ها بشینن پشت این، هم غلام حسین و هم محمدمون بشینن مشقشون رو بنویسن پشت این. بعد شروع میکرد به نوشتن، صد رحمت به داستان پینوکیو، همه چی بود الا درس خوندن و مشق نوشتن. غلام حسین خیلی اهل درس و مدرسه نبود، سرش را با چیزهای دیگری گرم میکرد. بعد مامانم صبح 8 صبح اینو به زور از خونه بیرون میکردن، منم 8 و 5 دقیقه میرفتم مدرسه، یعنی همه ما دیر میرفتیم مدرسه، میدویدیم تا مدرسه. 8 و 5 دقیقه میرفتم تو کوچه، میدم یه نفر بزرگتر از خودش وادار کرده، اون داره به این دیکته میگه، داره بهش دیکته میگه، چون انقدر تو خونه ننوشته بود. مامانم میگفت دیگه به دیکته رو نمیگم، بعد بلند شی بریم. از ترس مدرسه یه نفر رو وادار میکرد که بهش دیکته بگی، زیرش هم علیکی یه نمره بذاره، بعد بلند میشد میدوید میرفت مدرسه. بعد روز اول چیزی که میشد، تابستون که میشد، مامانم دستاشو میگرفت بالا، خدایا شکرت بنویس بنویس، تموم شد. یه بارم همه کتاباشو جمع کرد وسط حیات، حاج خانم گفتش که اگر نخونی من این کتاباتو آتیش میزنم. رفت پیش نفت آبو، نفت اونو اینجوری گرفت که بریزه رو کتابات. دید اصلا این بره خودش نمیاره، همچه واسه داره نگاه میکنه که حالا این دفعه آتیش نمیزنم. من اول دبستان بودم، ایشون ششم دبستان بود. یک سالی ما با هم میرفتیم مدرسه و میومدیم. برای منم جالب بود، حالا بچه کلاس اولی بودم، با برادرم میرفتم میومدم، یک دو تا خیابونم سر راه بود بعد عبور میکردم. تو مدرسه من این احساسو کردم که ایشون یک دانش آموز تاپ مدرسه نیست و اینجور نیست که خیلی مطرح باشه. و مدرسه هم البته مدرسه خیلی شلوغ و پر جمعیت و مال فقرهای پایین شهر بود دیگه. محمد 4 سال از غلام حسین کوچکتر بود، همیشه شاگرد اول میشد و خوب فوتبال بازی میکرد. تو کوچه ما بازی های زیادی میکردیم، اما ایشون خیلی تو بازی ها به سنخ تخصصی وارد نمی شد، یعنی تو هیچ کدوم بازی ها اینطور نبود که مثلا ایشون تو فوتبال سر اینکه عضو گیریش بکنن دعوا بشه، مثلا این تیپ ها اصلا نبود. غلام حسین عالم خودش را داشت، هرچند از پرنده بازی و شکار حشرات دست کشید، اما دل مشغولی تازه‌ای پیدا کرد. او عاشق کتاب خواندن بود و همه جور چیزی می خواند، همه چیز غیر از کتاب های مدرسه. مطالعاتی رو هم از اون موقع شروع کرد، یعنی ما یکی دو تا کتابخانه هم بود تو منطقمون، تو پارکا و اینا که کتاب امانت میدادن، مثلا کتاب داستان و کتابایی که تو نوجوانی میخوند. ما یه مسجد صدریه سر کوچه‌مون بود و یه هیئت فعالی هم داشت، هیئت قائمیه تو این مسجد. یه قدری از فعالیت‌های ایشون از همون موقع فعالیت توی مثلا هیئت و مسجد و این تیپا بود، یه قدری از وقتش شاید این حرفا میگره. منتها هیچ کدوم اینا نمیتونست مانع تحصیل باشه. من احساسم اینه که خیلی دل نمیداد به درس و اهمیت نمیداد، چیزی که تا دیپلم فکر میکنم ادامه داشت و از جهت تحصیلی ایشون شاگرد متوسطی بود. یادم میاد سال هفتم و هشتم مثلا ایشون یه قدری توی قبول شدن امتحان خرداد ما مشکل داشت، هشتم هم یه سال رفوزه شد. غلام حسین درس و مدرسه را جدی نمی گرفت و همین بالاخره کار دستش داد.
ببینید توی هم سن و سال‌ها تو بچه‌ها هر کسی ممکنه به یه دلیلی مورد توجه قرار بگیره. حالا یه کسی مثلا فرض کنید که هیکل درشتری داره تو دعوا و مرافعه بقیه رو کتک میزنه، خب ازش میترسن، حساب میبره. یه کسی فوتبال خوب بازی میکنه، مثلا کاپیتان تیم، نمیدونم گل خوب میزنه، فرام میکنه مثلا دوستش دارن. یه کسی هر کی، یه کسی پول داره مثلا میاد خرج بقیه میکنه، هر کسی به دلیلی. ولی من تویشون که فکر میکنم هیچ کدوم اینها نبود، یعنی اینطور نبود که یه دلیل خاصی برای برتریش باشه. برای این اتفاق برای غلام حسین خیلی ناگوار بود. انتظار همه چیز را داشت جز مردود شدن در مدرسه. خب ناراحت شده بود. یعنی وقتی اومد من دیدم اینطوریه، اصلا رنگش زرد شده بود از ناراحتی. خیلی خاطرم میاد که روش تأثیر گذاشت. یعنی یه شوکی بود که معمولا به نوجوان تو این سن این شوک وارد میشه. و خب اطرافیانم خیلی سرکوفت میزنن، برخورد میکنن، شماتت میکنن. این تأثیر خودش رو گذاشت. خب پدرشم یه مقدار سخت میگره. من اصلا خیلی ترسیده بودم که نبودا به خودش صدمه ای بزنه. نشستم باش صحبت کردم. خب اینو خواسته، بالاخره نوجوان بود دیگه. من بی ناچ بودم. وقت نشستم باش صحبت کردم. مادر بالاخره از شکست انسان نباید به هراسه. هر شکستی ممکنه باعث موفقیت بشه. به هر حال باز هم میخونه، باز هم حتی یه وقت هم با هم چیزم داشتیم که چرا درست درست نمیخونی، ولی دیگه ایشون راه خودشی میرفت. درس مدرسه رو به بازی گرفته بود، همش مطالعات دیگه داشت. خاطرم میاد که بعد از اون ایشون احساسی که من به عنوان برادر کوچکتر داشتم این بود که ایشون بزرگ شد دیگه، اصلا روابطش فرق کرد. تو سالهای بعدم البته ایشون یه شاگرد ممتاز نبود، اما دیگه گرفتاری اینطوری نداشت. یعنی سالهای بعدی تا دیپلم و کنکور مشکل اینطوری نداشت و درسش رو میخوند و امتحان میداد و قبول میشد. من تا خب یادم میاد مثلا معدل و اینا در حد 14-15 مثلا تیپ حالت متوسط اینطوری وجود داشت. غلام حسین هنوز هیچ چشمه ای از هوش سرشارش را نشان نداده بود. چه کسی فکر میکرد روزی برسد که همه چهره یک فرمانده خوشفکر و باهوش را در او ببینند؟ زمان آبستن حوادثی عجیب بود، اما در آن روزهای نخست دهه 50 کسی اثری از هوش و استعداد در غلام حسین نمی‌دید. طبیعی بود که خیلی به چشم کسی نیاید. خودش هم اصراری نداشت. سرگرم زندگیش بود. گاهی به بازار می‌رفت و کار می‌کرد. کتاب خواندنش کم که نشده بود هیچ، بیشتر هم شده بود. مسجد صدریه پاتوق همیشگیش بود، به خصوص موقع جشنهای نیمه شعبان. تا این روز غلام حسین یک جوان معمولی بود، اما دست روزگار کاری کرد که همه چهره دیگر غلام حسین را ببینند. اول از همه نوبت اهل محل بود که تماشاچی باشند. توی محل، توی برخوردهای اجتماعی و اینها ایشون یه آدمی بود که از همسن و سالهای خودش، از سن خودش کوچکتر نمود داشت، از جهت جسمی هم ضعیف بود و به همین دلیل هم حالا کسی که ظاهربین بود اهمیتی نمیداد. یعنی در برخورد اول اینجور نبود که به دلیل جسمش و ظاهرش و قیافش و نمیدونم قیافه گرفتنش و این حرف ها مثلا کسی بخواد اهمیتی بده. اصلا اینطوری نبود و بارها پیش می اومد که اگر ایشون مثلا کاری می‌خواست بکنه، چیزی بگه، گفتند که مثلا حالا مثلا شما بفرمید، حالا مثلا در یه منزلی سر کوچه ما یه بعد از ظهری بود آتش سوزی شد،
یه خونه طبقه دومش آتیش گرفت، یه خونه کهنه ای هم بود، حالا مالی خانواده بود. صاحب خونه ایشون منزل نبود، خانومش هم مریض بود، حالا سر داشت یا چیز اینطوری، و ایشون حالش به هم خورده بود و زمستون بود، افتاده بود روی چراغ علاءالدین، علاءالدین چپه شده بود، نفتش ریخته بود، فرش آتیش زده بود و خونه آتیش گرفته بود. حالا تو محله ما خب سر کوچه چند تا مغازه بود و مسجد بود و به طور طبیعی بعد از ظهر مثلا یه 10-20 نفری جوونا و میان سالها و اینها حضور داشتن، همه داشتن با هم حرف میزدن، رفت آمد میکردن، این آتیش سوزی که شد همه اینا جمع شدن با سر و صدا و این چیزا، جمعیت هی بیشتر هم شد، 20 نفر، 30 نفر، 40 نفر، 50 نفر. بله همه میگفتن که یه کاری باید کرد، حالا یکی به آتش نشانی زنگ بزنه، یکی فلان. ایشون از راه رسید تو جمعیت، دید که این آتش سوزی شده و اینها، بیدرنگ حرکت کرد که بره داخل. همه گفتن چی کار میکنی آقا فلان فلان، گفتش که خب بریم، این زنش توه، بچهش توه، میسوزن فلان میشن، کمکی بکنیم. گفتن نه نمیشه، اینجا آتیشه، نمیبینی آتیش شعله دود فلان، آتش نشانی الان میاد، نگران نباش مثلا فلان. قبلا هم گفتم خیلی ها تو محل ادعا داشتن به اینکه کار از دستشون بر میاد، گردن کلفت محلن، در مقابل ایشون که از همشون همه اونها جوانتر بود، حالا اون موقع فکر میکنم ایشون 20-21 سالش بود مثلا، اما ایشون هم جسارتی رو به خرج داد. خب تنها کسی که رفت داخل و مثلا این خانم رو کشان کشان کشید آورد بیرون و اینا، ایشون بود. غلام حسین هیچ وقت اهل قهرمان بازی نبود، سرش توی زندگی خودش بود. کار آن روز غلام حسین هم جزوی از زندگیش بود. جسارت و شجاعت را همیشه داشت، فقط حالا وقتش رسیده بود که همه آن را به چشم ببینند. حتی خانواده‌اش هم چیزهای تازه‌ای از او می‌دیدند، کارهایی که انتظارش را نداشتند. آن روزهای تهران پر از تصاویر عجیب بود، شهری که به سرعت رشد می کرد و زندگی مردمش عوض می شد. شهری پر از تصاویر آشنا، مثل تصویر آشنای مردی که کنار پیاده رو منتظر خلوت شدن شهر است تا بساطش را پهن کند و بخوابد. بیشتر مردم از کنار این تصویر آرام می گذشتند. اما آن روزها در همین شهر نسلی شکل می گرفت که شهر را جور دیگری می دید. غلام حسین نمونه ای از جوانهای آن روز شهر بود. دست خودش هم نبود، باید کاری میکرد. گاهی همین تصمیم‌های کوچک است که آدم‌ها را از هم متمایز میکند. یه شب ما دیدیم یک کسی رو آورد همراهش تو خونه شام و بعدم جا انداخت که بخوابه. گفتیم کیه؟ من تا حالا ندیدمش. مادرم گفت، من گفتم. ایشون گفتش که من از میدان خراسان میمدم خونه، دیدم یه جوونی کنار خیابون نشسته کنار پیاده رو و اینا. گفتم چیه اصلا، غریبی و اینا؟ گفت آره، شهرستانی هم اومدم صبح مثلا برم دنبال کاری، جایی ندارم، پولی هم ندارم و اینا، منتظرم خلوت چه خیابون بخوابم، ساعت 10 شب. گفت منم بهش گفتم بریم خونه ما بخواب، چرا بخوابی کنار خیابون، بیا بریم خونه ما. حواسم جمع بود اون شب که مشکلی پیش نیاد. با وضعیت اجتماعی اون روز و اینا هیچ اعتمادی هم به کسی نبود که بگی مثلا این آدم کیه، دزد، معتاد، چاقوکش، سالمه، ناسالمه. پدرش مثلا گله نمیکنه؟ پدرش چرا؟ پدرش چی میگفتش؟ برخورد کرد که چرا آورده غریبه رو، حالا اومده مثلا این عوضی باشه، چی باشه؟ گفت نه پدرش، هر کسی از وضعش و قیافش معلومه، این بنده خدا غریب بود و منم دیدم جایی نداره، برداشتم آوردم. اما ایشون آورد تو خونه و شامش داد و خوابوندش و صبح مثلا صابونه بهش داد و راهیش کرد رفت. از این جور اتفاقات باز هم می افتاد. اواخر دبیرستان غلام حسین خیلی عوض شده بود.
دست کم آدم های دوروبرش چیزهای تازه‌ای از اون می دیدند. حتی درسش هم بهتر شده بود. درس خواندن غلام حسین نتیجه داد. پسرک بازیگوشی که درسهای مدرسه اش را به زور می خواند، حالا در دانشگاه قبول شده بود. دیپلم ریاضی گرفت. خب چون معدلش بالا نبود، کنکوری هم که داد موفق نشد که رشته خوب و دانشگاه خوبی قبول بشه. تو دانشگاه ارومیه قبول شد، رشته دامپروری شک داشت به اینکه بره یا نره. در خانواده ای که همه بچه درس خوان بودند، رشته دامپروری دانشگاه ارومیه خیلی به چشم نمی آمد. اما در زمانه ای که بقیه دیپلمشان را هم به زور می گرفتند، قبول شدن غلام حسین در دانشگاه موفقیت کوچکی نبود. با این همه غلام حسین هنوز مردد بود. یه گزینش این بود که بره سربازی، یه گزینش این بود که بره این دانشگاه، و تصمیم گرفت بره دانشگاه. چون سال 54 اوج درگیری‌های ایران و عراق بود، وقتی باش بحث می‌کردیم که حالا سربازی مشکلش چیه، گو اگه با عراق جنگ بشه، خب تکلیف یه آدمی مثل من چیه؟ باید برم مثلا با یه مسلمون بجنگم. آن روزها اختلاف مرزی شدیدی بین ایران و عراق پیش آمد و حتی جنگ کوتاهی در گرفت. مثل همیشه دعوا بر سر اروند بود. همان دعوایی که شهریور سال 59 دوباره اوج گرفت و باعث جنگی بزرگ شد. آقلام خیلی حواسش بود. روزنامه ها رو میگرفت، میآورد، میگفت اینجا درگیری شده، اینطوری شده. ایشون توجه اینجوری داشت و علاقه به رفتن به سربازی نداشت. غلام حسین در آن روزهای پر التهاب سال 54 از جنگ با عراقی ها میگریخت. بیان که بداند که چند سال بعد دست روزگار او را فرمانده بزرگ سپاهی خواهد کرد که وحشت به دل عراقی ها خواهد انداخت. تا آن روز هنوز چند سالی وقت باقی بود. غلام حسین تصمیمش را گرفت، راهی ارومیه شد تا درس بخواند. برای غلام حسین زندگی در ارومیه معنایش تنهایی و دوری از خانواده بود، اما این دوری قرار نبود خیلی طول بکشد. اتفاق دیگری از راه می رسید. رفتن ایشون، هجرت ایشون از تهران به ارومیه خیلی تأثیر داشت در عوض شدن ایشون. متکی به خودش شد. برای خودش یه خونه گرفته بود، برای خودش زندگی داشت، خودش آشپزی میکرد، خودش کارهای مختلفش انجام میداد. دیگه تکیه به خانواده نداشت. حالا دیگر حسابی درگیر فعالیت‌های مذهبی شده بود. حتی با خیلی از علمای استان آذربایجان ارتباط داشت. کتاب‌هایی که می‌خواند بیشتر مذهبی بودند. غلام حسین سرش درد می‌کرد برای بحث. دانشجوها را جمع می‌کرد و با آنها حرف می‌زد. کم کم سیاسی هم شده بود و گاهی حرفهای خطرناک میزد. اونجا هم به درس دل نداده بود خیلی. ایشون خیلی از وقتش رو در دانشگاه ارومیه این بحثا گرفته بود. مطالعه این بحثا، بحث راجع به این نکات، چه با دانشجوها چه با استادها. و همینطور ورود کم کم به عرصه سیاست. تو این دوران ایشون کم کم وارد بحثای فعالیت‌های سیاسی شد. منتها نه فعالیت سیاسی علیه حکومت. بیشتر در واقع همین که چرا یک حکومت بیدین داریم، یه دادم بیدین سر کار هستن، از این وجهش. دوران اوج التهابات سیاسی کشور بود و نهادهای امنیتی نسبت به دانشگاه‌ها حساس شده بودند. غلام حسین در دانشگاه انگشت نما شده بود. استادها دل خوشی از او نداشتند. مسئولان دانشگاه به فعالیت‌ها و روابط او مشکوک بودند. یه جا من خواستم، گفتن شما برو پیشش بگو که در سیاست دخالت نکنه. گفتم ایشون عاقل است و بالغ،
من اصلا دستوری بهش نمیدم و پیششم نمیرم به خاطر همین موضوع. البته میرفتم ولی اصلا من این کار نمی کنم. اما غلام حسین دست بردار نبود، حرفش را می زد و کوتاه نمی آمد. گاهی هم جوانی می کرد و کمی تند می رفت. استاد 2 ساعت توضیح داده بود فرضیه داروین رو که مثلا اینطور اینا و انسان از نسل میمونه و فلان و اینا. ایشون حالا بعد از اینکه بحث‌های فلسفیش کرده بود و پاسخ حلی داده بود و مفصل داده و اینا، بعدم گفته بود که آقا ما دو سه نسلمون عکسامون هست، قبل ترش هم پدرانمون تعریف کرد، ما که نسل آدمی زادیم، شما رو نمیدونم. این استاد دیگه حالا من چی میمونه براش مثلا بین 50-60 تا دانشجو که بگید خب خیلی خب اصرار داری تو نسل میمون، ما که نسل آدمیم. خودم الان به عنوان استاد دانشگاه میذارم جاش، مثلا میگم که کسی سر کلاس یه چیز اینجا. نتیجه کارهای غلام حسین در دانشگاه این بود که بعد از 3 ترم اخراج شد. احتمالاً خودش هم حدس میزد که دیر یا زود این اتفاق میافتد. علت اخراجش به این معنی نبود که بگن که ایشون به دلیل فعالیت مذهبی یا سیاسی اخراج. دائما درگیر شده بود، برخورد کرده بود، اونا هم برخورد کرده بودن، کلاس بیرونش کرده بودن، 0 داده بودن، این معدلش اومده بود پایین، ترم بعد، ترم سوم، نهایتاً اخراج. اول سال 56 ایشون از ارومیه برگشت به تهران. از دانشگاه که اخراج شد خیلی ناراحت بود؟ نه. غلام حسین به خاطر اخراج از دانشگاه ناراحت نبود. رشته اش را زیاد دوست نداشت. از طرفی نمیتوانست هر حرفی را تحمل کند. این هم جزوی از شخصیتش بود. تصمیم گرفت به سربازی برود. این وسط چند ماهی وقت داشت. بیشتر اوقات کنار خانواده بود. دوباره همه دور هم جمع شده بودند. به مسجد همیشه سر می زد. حالا بیشتر از قبل مسجد صدریه را دوست داشت. با آنجا خو گرفته بود. دست از خواندن بر نمی داشت. تازگی دست به قلم هم شده بود. به نوشتن علاقه داشت و همیشه می نوشت. ایشون فکر میکنم سال 56 کنکورم داد مجددن. فکر میکنم رشته ریاضی دانشگاه کرمان قبول شد. ولی نرفت. یعنی گفت من علاقه ندارم و مثلا نرفت. تا دفترچه گرفت و نوبت زدند و مثلا وقتش بشه و اینا یه قدری طول کشید. آخرای 56 رفت سربازی. او در روزگاری به دنیا آمد که زندگی آدم‌های همسن و سالش با حوادثی عجیب گره می‌خورد و درست در ایامی به سربازی رفت که کشور ملتهب از جوششی سهمگین بود. روزگاری که اگر سرباز می‌شدی، انتخاب‌های سختی پیش رو داشتی. مثل امتحانی که 1 سال بعد غلام حسین درگیرش شد. 1 سال از سربازی غلام حسین می گذشت و کشور در هیجان انقلاب روز و شب نمی شناخت. خوبی ماجرا این بود که غلام حسین اهل نظامیگری نبود. توان جسمی چشمگیری هم نداشت. البته از بخت خوب گواهی نامه داشت. برای همین شده بود راننده فرمانده گروهان. دست کم اسلحه دست نمی گرفت و جلوی مردم نمی ایستاد. من هیچ علاقه به نظامیگری در ایشون ندیدم. اصلا ایشون اینطوری نبود. این شهید باقری اصلا اینطور نبود که بگیم مثلا علاقه ذاتن به فعالیت‌های نظامی داشت. به خصوص که نظامیگریش و سربازیش خورده بود به دوران انقلاب. یعنی خورد به دورانی که هنگ ژاندارمری ایلام رو چند بار برده بودن تو خیابون جلوی مردم. البته ایشون مثلا راننده فرمانده گروهان بود. اینجور نبود که تفنگ دستش باشه و درگیر بشه. اما مثلا پیش اومده بود که این داشت با فرمانده گروه ها میومد مردم حمله کرده بودن، با سنگ شیشه ماشین رو شکسته بودن، مثلا احیانا با اینا برخوردی کرده بودن و این سروان فرمانده گروه ها از ماشین در اومده و تیر هوایی زده بود. این خیلی رویشون تاثیر منفی گذاشته بود، به این معنی که اصلا این نظامیگری رو که ایشون اصلا قبول نداشت. توی سربازی دیگه ایشون کاملا سنی بود که پخته شده بود، یعنی مثلا 23 سالش بود شاید، بله 23 سالش بود و
سرد و گرمی چشیده بود، ارومیه دیده بود، با خیلی بحث کرده بود، اخراج شده بود، وارد شده بود، دیگه یه قدری خودشو بیشتر پیدا کرده بود. اواخر سال 57 وقتی جریان انقلاب بالا گرفت، امام اعلامیه داد و گفت که سربازها از پادگانهایشان فرار کنند. به زبان ساده بود، اما جرأت زیادی می‌خواست. هیچ معلوم نبود که انقلاب به نتیجه برسد. سربازها مجازات فرار از سربازی را خوب می دانستند، آن هم در شرایط آن روز کشور. تصمیم ساده ای نبود. غلام حسین باید فکر همه چیز را می کرد. تردیدهای غلام حسین تمامی نداشت. او کارهای عجیب و سخت زیاد کرده بود. سربازی غلام حسین هم مثل دانشگاهش نیمه تمام ماند، ولی این تازه اول راه بود. اونجا بود تا زمانی که امام دستور ترک پادگان‌ها رو به سربازها دادند و فرار از پادگان‌ها، که ایشون یه بار دیدیم اومده تهران و گفتش که من دیگه نموندم. دقیقاً دو سه روز بعدش ایشون اومد و لباساش هم آورده بود که من بردم لباساش منزل دوستمون قایم کردم، چون یه وقت می‌رفتن می‌گشتن خودها رو، بردم قایم کردم. ایشون دیگه رفت توی انقلاب. زمستان سال 57 وقتی که غلام حسین از سربازی فرار کرد، فقط 23 سال داشت. هنوز خیلی جوان بود، هرچند پایان زندگیش خیلی زود از راه می رسید. او فقط 4 سال دیگر در این دنیا زندگی خواهد کرد و این 4 سال با هر 4 سال دیگری در تاریخ متفاوت است. همین 4 سال غلام حسین را به مردی تبدیل می کند که هرچند هم عصر ماست، ولی قصه زندگیش به افسانه های عصر نامداران و قهرمانان بیشتر شباهت دارد. 4 سال فرصت زیادی نیست، اما در روزگاری که همه چیزش منحصر به فرد بود، انگار زمان هم با آرامی کم سابقه ای قدم بر می داشت. از خون جوانان وطن لاله دمیده، از ماتم سر به قلبشان سر خمیده، در سایه گل گلبن از این پاس خزیده،
نه دین داری نه آین داری نه آین داری ای چشم.